درود بر همیهنان ارجمند و بینندگان تلویزیون پارس. از سری برنامه های فرهنگ ایران شهری در خدمتون هستیم، از سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی. برخلاف هفته های پیش که من و خانم دکتر بقایی در خدمتون گفتارهای در پیوند با فرهنگ و تاریخ ایران داشتیم، امروز همراه دوست ارجمند جناب مهندس شهرستانی هستم که از سیدنی استرالیا همراه هستیم. ایشون همراه هستن با برنامه، منم از تگزاس در امریکا، و پخش برنامه در روز سه‌شنبه هست که چهارشنبه سوری است. احتمالاً در استرالیا چهارشنبه سوری به پایان رسیده چون یه روز از ما جلوست، در اروپا در جریانه و در امریکا در تا ساعت دیگر جشن چهارشنبه سوری و افروختن آتش آغاز میشه. بنابراین محور گفتار امروز در باره چهارشنبه سوری است. جناب مهندس شهرستانی، بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون و خوشحالیم که در آستانه نوروز فرصتی شد که با شما در این برنامه هم آواز بشه. به نام ایران و به نام آزادی، درود بر شما جناب آقای مهندس نژاد و درود به روان پاک همه بزرگمردانی که تاریخ ساز سرزمین ایران بودن، درود بر سیاوش، درود بر یگان فرزند سخن ایران فردوسی گرامی که دیرینگی و کهن بودن ایران رو رقم زد و پاسداری نمود برای ما. همچنین اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم درود خودم رو به تمام فارسی زبانان، تاجیک، افغان و ایرانی و همه آنان که خودشون رو فرزندان امپراتوری بزرگ ایران برمی شمارن، کسانی که روزگاری بخشی از جغرافیای پهناور ایران شهر ساسانیان رو در کنار یکدیگر تشکیل می دادن و اکنون با این که این جغرافیا و این مرزها از هم گسسته شده، اما پیوندشون رو ما همچنان با یکدیگر مستحکم و برجا می بینیم و ترجیح میدم و توصیه میکنم به تمام هموندانم که بیایید با هم درودهایمون رو پیشکش کنیم به روان پاک همه آنانی که در راه پایداری ایران بزرگ از جان شیرین خود گذشتند و در این آستانه سال نو برای فربهر روان تمام این جان باختگان آرزوی بهترین ها رو در بهترین مکان داشته باشیم. بسیار خوب، آرزوی بسیار خوبی است و همچنان که گفتید جناب مهندس، تمام ایرانی تباران، چه فارسی زبانان چه ایرانی تبارانی که در منطقه قفقاز، در کردستان عراق و ترکیه و سوریه، در عمان و یمن حتی حضور دارند، در خود آسیای میانه و قفقازم که یاد کردم، ارمنستان و گرجستان و منطقه اران، همه کسانی که روزگاری در این گستره ایران شهر تاریخی بودند، هنوز که هنوز است فکر میکنم که یک پیوند نامرئی ما رو به هم مربوط کرده که در برابر هم بی احساس و بی تفاوت نیستیم. امیدوارم که یه مقدار این پیوندهای نامرئی مرئی تر بشه و یه مقدار استوارتر بشه. ایران بزرگ این بخت رو داره که در بزنگای تاریخی که براش پیش آمده تجدید حیات بکنه و به یک قدرت بزرگ اقتصادی، فرهنگی و بازرگانی در منطقه آسیای میانه، غرب آسیا و قفقاز تبدیل بشه. بریم سر موضوع گرم امروز، چهارشنبه سوری. جناب مهندس شهرستانی، جشن‌های ایرانی چون همشون ریشه‌های مردمی دارن، همشون دیرینگی تاریخی دارن، برخلاف خیلی از جشن‌های امروزی که قراردادی ان و شاید دیرینگیشون به 200 سال 300 سال در غرب نرسه، در ایران برای یافتن سرچشمه جشن باید قاعدتاً رفت سراغ متون کهن و سراغ اسطوره‌ها و سراغ تاریخ باستان ایران. ما کجا باید به دنبال چهارشنبه سوری بگردیم در این گونه منابع و دستمایه‌هایی که در اختیارمونه؟
ببینید با توجه به اینکه پس از یورش تازیان به سرزمینمون ما اکثر منابعی رو که در اختیار داشتیم همه رو از دست دادیم، در کتابسوزی بزرگی که در ایران به وقوع پیوست در واقع ما تمام میراث نیاکانمون رو به یک جا از دست دادیم، همه رو آتش زدن و خاکستر کردن و در واقع تلاش کردن که این سرزمین و ملتش رو بی‌هویت کنن، آثاری از هویتشون باقی نمونه. اما فرزندانی بودن که خودشون رو در واقع عاشق ایران میدونستن و هرگز دلشون نمیخواست که ایران از ایرانیتش خارج بشه و همین دلیل اومدن شرایطی رو فراهم کردن از هر کسی که منابعی در اختیار داشت جمع‌آوری کردن. ما ابن مقفر رو میبینیم، یعنی روزبه رو که یکی از آثارش که بسیار هم مورد به اصطلاح دشمنی قرار گرفت و شاید جانش رو به خاطر همون باخت، سیرالملوک عجم بود که زندگی پادشاهان ایرانی رو در واقع آورده بود، به زبان عربی نوشت، به دلیل اینکه اون زمان باید همه به زبان عربی می نوشتن. و همچنین بعد از اون کسانی که پیش از فردوسی بزرگ دست به نگارش شاهنامه زدن و در نهایت فردوسی اومد شاهنامه رو به اتمام رسون، ما میبینیم منابع بهتر و منابع دقیقتری که میتونه ما رو با هویتمون آشنا کنه دقیقا اون منابعیه که در اختیار این بزرگان بوده و فردوسی گردآورنده تمام منابعی است که از آنچه که دیگران یا بیگانگان برای ایران نوشتن بسیار غنی‌تر و بسیار درست‌تر و راستین‌تره. بنابراین ما اگر بخوایم به منابعی رجوع بکنیم در رابطه با فرهنگ ایران، در رابطه با هویت ایرانی، من فکر می‌کنم که شاهنامه بهترینش باشه. بسیار عالی است و حتما سراغ شاهنامه خواهیم رفت. آقای مهندس، یه مطلبی که در مورد چهارشنبه سوری مدتی است که گفته می‌شود در ارتباط با خود واژه چهارشنبه است، چون ما جشن سوری رو به صورت خیلی مشخص و آشکار در خیلی از متون میبینیم، حتی میدونیم که در متون فارسی 4-5 سده نخست هجری هم به افروختن آتش و برگزاری جشن سوری اشاره شده. این که نام چهارشنبه در آغاز این آمده با توجه به این که سیستم تقویم و گاه شمار ما در زمان ساسانیان و پیش از اون سیستم هفتگی نبوده بلکه همون 30 روز ماه بوده و این واژه شنبه و یک شنبه و دو شنبه همچنان که میدانیم از عبری به فرهنگ ایران اومده و به کار میاد الان به صورت هفتگی، این را هم اگر ممکنه بهش بپردازی آقای مهندس، کجای کار جشن سوری است و چرا یفه چهارشنبه سوری میشه و طبیعتاً آخرین سه شنبه سال انجام میشه؟ اینم اگر که محبت کنید به من پروانه بدید که من اشاره بکنم بیشتر به موضوع چهارشنبه سوری، که چهارشنبه سوری در واقع یکی از سنت‌های بسیار ارزشمند سرزمینمونه که از نسل‌های دور به میراث ما رسیده و ما باید به خوبی این میراث رو ازش پاسداری بکنیم. و برخی از مسائلی که امروز در روز چهارشنبه سوری در واقع انجام میشه و سر زده میشه از بسیاری از جوانانی که آگاهی ندارن از بحث و موضوع چهارشنبه سوری، باید پرهیز بشه و وظیفه ماست که آگاهی بدیم که از این مسائل بتونن بپرهیزن و به واقعیت‌های جشن سوری و جشن چهارشنبه سوری بپردازن. این موضوعی که جناب علی فرمودید در رابطه با اینکه چرا نام چهارشنبه سوری اومده روی این، بله، ما در اون زمان که این موضوع در واقع مبدعی میشه یا ریشه میشه برای این جشن سور، که حالا من با توجه به سخن شما اشاره میکنم به شاهنامه و بهش میپردازم که مبدعش از دیدگاه فردوسی در کجا میتونه باشه، ولی که ما پیش از این نام روزها رو این به این گونه نداشتیم. در واقع در شب بهرامشید که روز بعدش تیرشید بود این اتفاق می افتاد و پیش از این که ما چهارشنبه سوری رو بخوایم
در فرهنگ لغاتمون داشته باشیم، همین شب رو تیرشید سور داشتیم. تیرشید سور در واقع همون شب چهارشنبه سوریه که ما امروز داریم ازش بهره میبریم. بنابراین ما باید برگردیم به اون زمان، باید ریشه یابی بکنیم این موضوع رو، از ریشه آغاز بکنیم و بیایم بررسی بکنیم، برسیم به جایی که چرا چهارشنبه شده. چهارشنبه خب بعدن همونطور که جوابی هم فرمودید یک حروف عبریه که اومده در فرهنگ تقویم ایرانی، ولیکن مطابقت داده شده. اینکه ما در طول ماه ایام هفته رو نداشتیم به این معنی نبود که دسترسی به تقویم نداشتیم. میدونید که ایرانیان از دیرباز بر اساس اون آشنایی که با هفت اختر داشتن تونسته بودن تقویم رو در واقع بهش دسترسی پیدا بکنن و به صورت هفتگی این رو مجزا نکرده بودن. اما خب بعدها شاید اگر خواستن که جدا بکنن، زمانی بوده که ایام هفته با این نام‌های شنبه یک، شنبه دو، شنبه اومده وارد فرهنگ ایرانی شده. اما نام چهارشنبه سوری در واقع تیرشید سور بود، تیرشید سور که سور خودش به معنای جشن و مهمانیه. و دلایلش من بعد از اینکه جناب علی بفرمایید وارد این موضوع بشیم خواهش میکنم. حتما این که ما برای روزهای هفته مرشید و تیرشید و بهرامشید و این گونه واژگان رو داریم، اینها خب طبیعتا نشون میده که سیستم هستش، سیستم بوده. نکته جالب این بوده که به هر حال چهارشنبه شده و طبیعتا من فکر میکنم این در پی این مطلب بوده که کلا شنبه تا پنجشنبه و بعد آدینه یا جمعه جا افتاده در زبان فارسی. حالا درست واژه شنبه وارداتیست، ولی با این پیشبندهای شماره های 1 و 2 و 3 و 4، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اینا جا افتاده. وگرنه همچنان که شما فرمودید در حقیقت برگردانیست از همون تیرشید سور، که سور که خب مونده در واژه، فقط چهارشنبه آمده جای تیرشید نشسته، که تیرشید روز به اصطلاح پنجم هفته بوده. در حال خوشحال میشیم که آقای مهندس ما را به شاهنامه مهمان کنید، جشن سوری رو در شاهنامه دنبال کنید. خواهش میکنم. ببینید، من از تموم جوانان و نوجوانانی که امروز یا فردا در امریکا، من به خصوص در ایران رو میخوام یادآوری بکنم، به خاطر اینکه معمولا در کشورهای دیگه بر اساس یه سری از قوانین یه محدودیت هایی براشون وجود داره که بیشتر چهارشنبه سوری به فرهنگش پرداخته میشه و ناهنجاری درش وجود نداره. اما در ایران شوربختانه اینطور نیست و شاید به دلیل ناراضی بودن و نارضایتی از شرایط حاکم بر جامعهشون به نوعی در واقع میخوان دهنکجی بکنن، کارهای ناهنجار انجام میدن که این ناهنجاری ها در واقع بیش از اون چه که احساس بکنن دهنکجی دارن میکنن با حاکمیت، آسیب میزنه به فرهنگ ایرانی. من باید به تمام این عزیزان یادآوری بکنم، به جوانان، نوجوانان ایرانی یادآوری بکنم که کاملا این موضوع رو درک بکنن که ما این جشن‌ها و سنت‌ها رو از کسانی آموختیم که امروز در میان ما نیستن و اونها باید از ما بیاموزن، به این دلیل که ما هم تا چندی دیگر در میان آنها نخواهیم بود. بنابراین اینها به عنوان میراثداران آینده به خوبی این جشن رو باید بیاموزن، به خوبی باید درک بکنن که موضوع واقعی چهارشنبه سوری یا تیرشید سور چی هست و ایرانیان و نیاکان ما در واقع با برگزاری چنین روزی و روشن کردن آتش میخواستن چه اسطوره‌ای و چه سمبولی رو یادآوری بکنن و در واقع چه روزی رو میخوان گرامی بدارن. ما باید امروز به اونجا برسیم که گرامی داشته اون چه که یاد و خاطره نیاکانمون رو تداعی میکنه رو برپا بکنیم، نه اینکه بیان ترقه و آتش مهیب و خطرناک و خیلی کارهای دیگه‌ای که میبینیم. ما هر سال در روز چهارشنبه سوری یک صحنه جنگ در کشورمون به وجود میاد
که کاملا شهر حالت جنگی به خودش میگیره. این اصلا شایسته فرهنگ ایرانی نیست، شایسته فرهنگ مردمی که در جشنهاشون در واقع سپاسگزاری آفریدگار رو میکنن و در واقع به نوعی در پاسخ به آنچه که آفریدگار به اونها داده شده شکرگزاری میکنن، نوع شکرگزاری ما به یک حالت خشونت و صحنه جنگ تبدیل بشه. پس من فکر میکنم که ما باید در هر کجای دنیا که هستیم، در هر گوشه ای از جهان که هستیم، دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم جشنی رو برپا بکنیم که موجب سربلندی و غرور آفرینی مردم سرزمینمون باشه، جشنی رو برپا بکنیم که تمدن و برجستگی تمدن و فرهنگمون رو به دیگران نشون بده. جناب شهرستانی، در تایید سخنتون، اصولا جشنهای ایرانی جشنهای خانوادگی است. یعنی شما هر جشنی رو نگاه میکنید، از شب یلدا بگیرید تا خود نوروز، تا سیزده بدر، تا تیرگان، مهرگان، همیشه خانواده ها حرکت میکنن، با هم در کنار هم قرار میگیرن و دو نسل سه نسل شما میبینید در این جشن شرکت دارن. خانواده ها باید آتش بیافروزن، آتش معقول، بدون نمیدونم پرمنگنات، بدون این بمب های دستی، بدون سرایی، چیزهایی که خطر جانی داره، که هیچی، آلودگی صوتی وحشتناکی هم ایجاد میکنه. و اگر خانواده ها هم این همت رو داشته باشن و اون ترس رو نداشته باشن از اون صداهای مهیب و آزاردهنده، شما تصور کنید تمام کوچه خیابان ها با گله های آتش پر شده، مردم از رو آتش میپرن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه، نتیجه، مادر، پدر، خواهر، برادر، همسایگان، فامیل، و چه جو دوستانه و صمیمی. این فلسفه چهارشنبه سوری بوده. چهارشنبه نبوده 5-6 نفر راه بیافتن با هم و ترقای عجیب و غریب در کوچه خیابان ها بزنن. حالا یه نفر مریض بیمار ممکنه بیچاره از یه بر حالش بدتر بشه. و من فکر میکنم یه مقدارم تقصیر حکومت بوده تو این سالها آقای مهندس، که با محدودیت هایی که ایجاد میکرد، حالا فکر کنم دیگه نهایتا یکی دو سال آخر یه مقدار تن دادن به این کار، ولی محدودیت ها باعث شد که مردم نتونن برگزار کنن. هی اومدن آتش ها رو خاموش کردن، هی اومدن سرکوب کردن، یه در بردن، دستگیر کردن خانواده ها رو، مهمونی هاشون رو به هم زدن، در نتیجه فرزندان و نوجوانان اینجوری تلافی کردن. حالا امیدواریم که اگر حکومت کوتاه آمده و دیگر اخلالی در برگزاری جشن ملی نمی‌کنه، مردم بتوانن بیاین، خارپشته بیارن، بوته بیارن، حالا کارتونی چیزی آتیش بزنن، همه با هم دستمو بگیرن، بپرن دورم، آشرشته‌ای بخورن، شیرینی و میوه‌ای بخورن، بلالی بپزن و فضا رو واقعا تبدیل به جشن ایرانی بکنن که در شأن ملت ایرانه. امیدوارم که چهارشنبه سوریای درون ایران و بیرون ایران همه اینگونه برگزار بشه. بله، کاملا درست میفرمایید. اگر به خاطر داشته باشید، اون ملای روان سوخته، در واقع مرتضی مطهری، در رابطه با فرهنگ چهارشنبه سوری بزرگترین توهین رو به فرزندان ایران کرد. من نمیدونم اینها چه کردن با این ملت که تونستن تحمل و پذیرای چنین توهین بسیار وسیع و عمیقی در فرهنگ ایران باشن و به شخصیت و هویتشون این چنین توهین بشه و اون چیزی رو که در واقع لایق خودشون بود رو به ملت ایران نسبت بدن. و من حالا اشاره نمیخوام بکنم به این موضوع، من فکر میکنم که به اندازه کافی مردم ما بعدها این مطلب رو شنیدن، مطلبی رو که ایشون در رابطه با چهارشنبه سوری گفته. و ما نباید بیایم وقتی میبینیم که اینها به این شکل دارن با موضوع چهارشنبه سوری برخورد میکنن و حتی تا درون خانواده ها نفوذ کردن و تونستن در نهاد خانواده این موضوع رو به شکلی مطرح بکنن که از یک دیگر برای برگزاری شرمنده باشن، ما امروز به عنوان میراثدار باید بیایم کارهایی رو بکنیم که در واقع به اینها بفهمونیم که شما دارید اشتباه میکنید، شما در واقع فرهنگ ندارید، به دلیل بی فرهنگیتون فکر میکنید که هر کاری که ایرانی ها امروز دارن انجام میدن مشکلاتی داره که با فرهنگ مغایره. بنابراین همونطوری که جناب عالی فرمودید، اگر بخوایم به موضوع چهارشنبه سوری بپردازیم، من تقاضا میکنم که اجازه بدید که از ریشه شروع بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. همونطوری هم که اشاره کردم،
باید اول با نام حقیقی این تیرشیتسور آشنا بشیم که در گذر زمان در واقع به چهارشنبه سوری دگرگون شده و سور میدونید که به زبان پارسی به معنای میهمانیه، همچنین در زبان سانسکریت هم به همین شکل اومده، اون هم در سانسکریت هم به معنای میهمانی آمده. امروز هم استفاده میشه آقای مهندس، هنوز هم میگن فلانی سور داده یعنی مهمانی داده. بله دقیقا هنوز هم همین واژه داره استفاده میشه و واژه جشن هم یک واژه بسیار کهن ایرانیه که از ریشه یأس به معنی نیایش و ستایش در واقع گرفته شده. این واژه رو وقتی ما کنار هم دیگه قرار میدیم به طور به اصطلاح شفاف به ما میاموزه که ما جشنی رو داریم میگیریم برای ستایش کردن. جشن ستایش کردن ناهنجاری نیست، هیچ وقت کسی در مقابل آفریدگار خودش بی‌ادبی نمی‌کنه، هیچ وقت کسی در رابطه با برگزاری یک مراسم ستایشی دست به ناهنجاری نمیزنه. من واقعا میخوام از تمام جوانانمون، از تمام فرزندانم در ایران این خواهش رو داشته باشم، توجه بکنید جشنی که شما دارید برگزار میکنید در واقع ستایش و نیایش، سرودهای نیایشی در این جشن وجود داره. هیچگاه شما این مسائل رو با ناهنجاری هایی که میخواید در واقع به اون حاکمیت چیزی رو بفهمونید در این گونه مسائل، در این گونه جشن ها به کار نبرید. فرصت های دیگه ای دارید که بتونید در واقع قدرت خودتون رو نشون بدید با حاکمیت و این فرصت های عبادی رو، این فرصت هایی رو که میتونیم پایه های ستایشی فرهنگمون رو، فرهنگ ایرانیمون رو استوار نگه داریم رو دستخوش خطرات و دستخوش نابودی نکنید. ببینید در خود ایران بسیاری از ایرانیان به دلیل اینکه نمیدونن واقعیت این فرهنگ، واقعیت این روز و برگزاریش چه هست، به خودی خود مخالفت میکنن با این روز به دلیل اینکه این روز تبدیل شده به یه روز جنگی. بنابراین ما ببینیم که در خود ایرانی ها هم، کسانی که عاشق فرهنگ ایران هم هستن، افراد ناراضی وجود داره به خاطر این مسائل. پس بیاین این کار رو نکنیم، بیاین کسی را به خاطر روز چهارشنبه سوری و به خاطر برگزاری یک جشن کهن ایرانی ناراحت نکنیم و از در واقع تعداد علاقمندان به فرهنگ ایرانی نکاهیم، کاری بکنیم که بیشتر علاقمند بشن که بتونن این کارها رو انجام بدن. و من اگر اجازه بدید برم سراغ شاهنامه و از طریق شاهنامه در واقع آغاز بکنم، از دیدگاه فردوسی موضوع رو پی بگیرم. یافته های تحقیقی و پژوهشی در واقع تا کنون پیرامون آیین ها و سنن باستانی در فرهنگ کهن ایران این آگاهی رو به ما میده که عموما مراسم و آیین های ایرانی ریشه در فرهنگ سرزمینمون داره و عموما هم در قالب شادی کردن به ستایش پرداختن. ما در تمام در جشن چهارشنبه سوری یا تیرشیتسور، ما در مهرگان هم همینو میبینیم، در آذرگان هم همینو میبینیم و هر کدوم از اینا رو وقتی میبینیم میتونیم پی ببریم که این شادی توأم با نیایش به عنوان اخلاق و منش نیاکانمون در واقع در راه درست زیستن بوده، هیچگاه در راه ناهنجاری زیستن و به وجود ناامنی نبوده. در زمان ساسانیان، من اشاره میکنم به ساسانیان به دلیل اینکه خب میدونید من توی اون شبکه برنامه ساسانیان رو دارم، زندگی ساسانیان رو پیش کانال یک. بله و باید اینو اشاره بکنم که در زمان ساسانیان هم این مراسم در واقع به خوبی برگزار میشد و به علت تقدس داشتن آتش در اون دوران، که میدونید بسیار دورانی بود که ایران از نظر روحیه مذهبی در سطح بسیار خوبی قرار گرفته بود و در اون زمان از روی آتش نمی پریدن، اون چه که منابع تاریخی به ما میگه از روی آتش، آتش رو فراهم می کردن
و به این شکلی که امروزه از روی آتش میپرن به این شکل نمیپریدن. گفتن زردی من از تو سرخی تو از من رو برای اون سپندینه بودن آتش برخیشون بعید میدونستن و برخیشون خوب نمیدیدن یه همچین سخنی گفته بشه. بنابراین در دور آتش پایکوبی میکردن، شادی میکردن و سه بار یا هفت بار در مقابل آتش تعظیم میکردن. در زمان ساسانیان یه همچین شرایطی در، البته نه در دوره همه پادشاهان ساسانی، ولی در دوره برخی از اونها این موضوع به این شکل هم بوده. میخوام اشاره بکنم که ما اگر به فرهنگمون برگردیم در واقع همه جاش این مسائل رو نداریم که بخواد در واقع خطر آفرین باشه. به هر شکل اون چه که از این پژوهش‌ها به دست میاد ما رو به دوران پادشاهی کیکاووس میبره، زمانی که کیکاووس یکی از پادشاهان قبادی و پسرش سیاوش، مسائلی که در اون زمان به وجود میاد ما نگاه میکنیم میبینیم که در شاهنامه به این موضوع اشاره میکنه و اون چه که فردوسی به این مسائل اشاره کرده از دیدگاه فردوسی خیلی نزدیکتره به موضوعی که ما در روزهای پیرشیرسور در واقع پی میگیریم. داستان از اینجا آغاز میشه که از اون هنگام که سودابه در واقع نامادری سیاوش در اون اندیشه دستیابی به خواسته های نفسانی و فرونشاندن آتش یا طوفان شهوتی که درش به وجود اومده بود علیه سیاوش دوچار دست به یک توطئه میزنه و اون توطئه کیکاووس رو نسبت به فرزندش سیاوش دوچار بدگمانی میکنه. این بدگمانی در واقع وقتی ایجاد میشه در مورد سیاوش، سیاوش به دنبال راهی میگرده که بتونه بیگناهیش رو اثبات بکنه و پس از رها شدن سیاوش از دام توته و اثبات پاکدامنیش در واقع کیکاووس دستور میده که سه روز جشن بگیرن، سور در واقع بدن و این جشن سور در واقع از اونجا به نام پیرشید سور مطرح میشه و این سه شب رو جشن میگیرن، شادی میکنن که نزدیک به همین روزهای نوروز بوده. اما یه سوال پیش میاد که چرا سه شب؟ این خیلی جالبه که چرا سه شب جشن گرفتن. حالا آتشش آقای مهندس توضیح داده میشه چون گذر سیاوش از آتشه. بله. سالم بیرون آمدنش از آتش میآید، پایه میشه، بنیادی میشه برای آتش افروختن، برای جشن سوری. حالا به قول شما چرا سه شب؟ بله. این که سه شب بوده یا چهار شب نیست یا در واقع دو شب نیست، ما برمیگردیم میبینیم که خود همین موضوع هم باز در باور نیاکانمونه. ما در شب چهارشنبه سوری اگر توجه بفرمایید در فرهنگ راستین ایران یا سه کپ آتش گذاشته میشه یا هفت کپ آتش گذاشته میشه. اونهایی که آگاه هستن هرگز پنج کپ یا دو کپ یا بیشتر و کمتر نمیگذارن و اینها رو در واقع اون کسی که سه کپ میگذاره نمادی از اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک رو در واقع به نمایش در میاره و اونهایی که هفت کپ آتش میگذارن در واقع به نشانه اورمزد و امشاسپندان، هفت امشاسپند در واقع به نام اونها هفت کپ آتش میگذارن. ببینید ما حتی در گذاشتن اون آتش هامون میبینیم دقت شده که از اسطوره های استفاده بشه که برای مردم ما بسیار ارزشمند بودن. یک کار بسیار ارزشمنده، یک جشن بسیار بزرگه. ما نباید این بزرگی جشن و این ارزشمندی جشن رو بیاییم به راستی با این مسائلی که امروز در جامعه به وجود اومده دستخوش قرار بدیم. فردوسی در مورد این موضوع در شاهنامهش به خوبی این موضوع رو پی میگیره و در مورد سیاوش و رویدادی که پیش میاد
و اون کدورت و ناخرسندی که در پدر میبینه اون رو وامی داره به این که بخواد از پدرش اجازه بگیره که از آتش عبور بکنه. این آتش رو از عبور از آتش رو من خوبه که اینجا یادآوری بکنم که چرا اصلا از آتش عبور میکردن. در اون دوران زمانی که دادگاه ها یا اون به اصطلاح جایی که بررسی میکردن، قضاوت میکردن در رابطه با جرائم، وقتی میدیدن دلیلی برای اثبات بیگناهی متهم ندارن، قانونی داشتن به نام آتش برنگه. این آتش برنگه در واقع باز برمیگرده به اون اندیشه ایرانی، برمیگرده به اون باور و ایمانی که به اهورمزدا داشتن و اون انرژی که میگرفتن و با اون انرژی در واقع از آتش بیگناه عبور میکرد و از آسیب نمیدید. ما میبینیم که در رابطه با سیاوش همین اتفاق میفته و به رسم اون آیین اون دوران که میخواست بیگانهیش رو ثابت بکنه، اون هم پیوسته با همون ایمانی که به اهورمزدا داشت این درخواست رو میکنه و با یاری جستن از اهورمزدا از آتش میگذره و در واقع پاکدامنی خودش رو به اثبات میرسونه در آتش برنگه. این آتش برنگه در واقع دلیلی هست برای اینکه بیگناهی رو به اثبات برسونه. به عبارت دیگه آقای مهندس، شاید فلسفه کار اینگونه میشه که چون آتش جز عناصر پاکه، آتش و آب و باد و خاک، قاعدتا عنصر پاک نباید یه پاکدامن دیگر رو در خودش بسوزونه و برای همین باید بتواند سیاوش اگر پاکدامنه و راستگوه از اونجا عبور کنه که به همین نحو میشه. اینو میشه آقای مهندس مهر بکنید و از رو متن شاهنامه این چند بیت رو بخونید؟ من فکر کنم خیلی شنیدنی باشه واسه هممون. بسیار خواهش میکنم. اگر دست سپاسگزار میشم. خواهش میکنم، اجازه بفرمایید که من، چون توضیحات لازمه از سوی دیگه خود متن شاهنامه هم لطف دیگری داره. بله، واقعا شیوایی و سخن شیرین فردوسی رو ما نمیتونیم به هیچ شکل ازش بگذاریم. پس میبینیم که سیاوش به شوند این که میخواد پاکدامنیش رو ثابت بکنه، میره تقاضا میکنه از پدر که به من اجازه بده که آتش برنگه کنم. شاهنامه در این مورد میگه که سیاوش بدو گفت اندوه مدار، به پدرش میگه که از انسان بود گردش روزگار، سری پر ز شرم و تباهی مراست، اگر بی گناهم رهایی مراست. میبینید که این باور رو داشتن که بی گناه باشن آتش اونها رو نمیسوزونه، همونطوری که جناب عالی فرمودید. بریدون که از این کار هستم گناه، جهان آفریدم ندارد نگاه، به نیروی یزدان نیکی دهش، که از این کوه آتش نیابم تپش. آنگاه کیابوس پسرش سیاوش رو که به دنبال نشون دادن در واقع بیگناهی خودش هست، ناگزیر میپذیره که به این اجازه رو بده. دستور میده که لوازم آتش رو فراهم بکنن و اونجایی که دستور میده لوازم آتش رو فراهم بکنن، اشاره میکنه به این که همین هیزم آورد، ببخشید، به صد کاروان اشتر سرخ موی، همین هیزم آورد پرخاش جوی. بزن پس بفرمود به موبد بفرمود بزن پس به موبد بفرمود شاه، که بر چوب ریزم نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند و گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سیاه شد زدود، یعنی بلافاصله وقتی که این آتش گرفت، ببینید چقدر زیاد بوده که فردوسی اشاره میکنه که با نخستین دمیدن دود بلند شد، دود بسیار زیادی که سیاه شد در واقع. حتی زبانه بر آمد پس از دود زود،
زمین گشت روشن‌تر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. در اینجا اشاره میکنه به اینکه پیش از رفتن من این بخشا رو جدا میکنم به خاطر که بتونم توی این یک ساعت من جان موضوع رو بگم، بخشش رو مجبورم توضیح بدم در مورد پیش از رفتن به درون آتش، سیاوش میاد به نزد پدرش و در واقع او رو دریچه‌ای به روی او میگشاید که بتونه اون رو به آرامش دعوت بکنه و پنجره های امید رو به روش باز میکنه که پدر نگران نباشه از اینکه میره وارد آتش میشه و همچنین اون احساس رو که در رنج بود و به خاطر فرمانی که داده بود که آتش برنگر رو فراهم بکنن، اون احساس رو یک مقداری در واقع کاهش بده. بروی اشاره میکنه فردوسی به این موضوع که سراسر همه دشت بریان شدند، بران چهره خندان گریان شدند. چهره سیاوش کاملا خندانه و میبینیم که مردم در اون دشت جمع شده بودن که این موضوع رو ببینن، کاملا گریانن. این نشان دهنده اینه که یک ارتباط درونی بین مردم پاکدامن وجود داشته. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر. اشیوار با جامهای سپید، لبی پر ز خنده دلی پر امید. همی خاک نعلش برآمد به ما، پراکنده کافور برخیشتن. پراکنده کافور برخیشتن چنان چون بود رسم و ساز کفن. بدان گه که شد پیش کابوس باز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. هنگامی که میاد سراغ پدر، از اسب پیاده میشه و ادای احترام میکنه و همچنین سیاوش که پدرش رو احساس میکرد که نزد مردم و خود سیاوش شرمگین بود، دلداری میده. اما کیکاووس از اونجایی که سیاوش رو شاه آینده ایران میدونست، باید او رو از این تهمتی که به ایستده بودن و توطئه‌ای که براش فراهم کرده بودن میرهانید تا بتونه در واقع بدون هیچ گونه سوء ظنی به پادشاهی ادامه بده. و اشاره میکنه اینجا از شرمی که کابوس داشت، میگه رخ شاه کابوس پر از شرم بود، سخن گفتنش با پسر نرم بود. جهانی نهاده به کابوس چشم، زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم. سیاوش در مقابل پدرش میسته، ادای احترام میکنه، دلداری میده، ابومزدای پاک رو ستایش میکنه و با شجاعت سوار بر اسب سیاه خود میشه و به سوی آتش در واقع میتازد. سیاوش چه آمد به آتش فراز، همی گفت با داور بینیاز. مرا ده از این کوه آتش گذر، رها کن تنم را ز بند پدر. جز این گونه بسیار زاری نمود، سیاه را برانگیخت برسان دود. سیاوش سیاه را بدان سان بتاخت، تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. شگفتی در آن بود که اسب سیاه، نمی داشت خود را از آتش نگاه. در هر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. سیاوش با اسبش به درون آتش رفت و در میان شعله های بی امان آتش در واقع ناپدید شد. دلهای باشندگان، اونهایی که در صحرا جمع شده بودن، می‌دیدن به لرزه در اومد و چشمهای پر اشکشون بر آتش بود که ببینن چه اتفاقی می‌افته. خیلی جالب بودن اسبهای ویژه در تاریخ یا در حماسه و اسطوره ما نام داشتن، مثل رخش که یک اسب ویژه است و به دلایلی نام میگیره به خودش. ما در مورد اسب سیاوش هم نام شبرنگ بهزاد داریم که از سیاه دو سه بار اینجا از یاد شد.
خسرو نویز هم اسب معروفی به نام شبدیز داشته. این شخصیت دادن به، حالا دارم پرانتز باز میکنم در حقیقت وسط ابیاتی که داشتید میخوندید، یه موقعی واقعا بپردازیم شخصیت دادن به حیوانات، حیوانات که به انسان انقدر نزدیکن و معنوسن در فرهنگ ایران چقدر ریشه داره و چقدر پرمعناست. من عذر میخوام که صحبت رو قطع کردم، ولی گذر از آتش با سیاوش بر روی شبرنگ در حقیقت گذر از آتش بسیار بلندی که الان ناپدیدن هر دود و دیده نمیشه. بفرمایید. خواهش میکنم. در تایید گفتار سرکار من میتونم به همین موضوع اشاره بکنم. ببینید خود اون اسب هم از آتش سالم میاد بیرون. این نشانه اینه که اون اسب هم هیچ گناهی نداشته، اون اسب هم بی گناه بوده. و اینکه ما اصلا در زبان عامیانه داریم که میگن اسب حیوان نجیبی است. این نجابت اسب در واقع بسیار برای انسان ها مفید بوده. نجابت اسب بسیار ما میبینیم در بسیاری از نوشته ها تونسته خدمات بسیار مفیدی رو برای انسان ها داشته باشه. بله کاملا درست میفرمایید. و ما باید بیمهریمونو، مای امروزی که با فرهنگ بیگانه در واقع خو گرفتیم، باید فرهنگ مهرورزی به حیوانات رو، به جانوران رو بازگردونیم به سرزمینمون و بین مردممون. دقیقا. به هر شکل فردوسی اشاره میکنه، یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. همه نگران بودن که این کی از این آتش میاد بیرون. ببینید حالا چقدر آتش فراوانی بوده که این در واقع زمان میبرده، انتظار میکشیدن که اینو ببینن. و شاید بد نیست اینجا اشاره بکنم که شاید اون با آتش رفتن ابراهیم هم از همین اسطوره ها باشه، از همین جاها گرفته شده باشه و از فرهنگ آتش برنگه ما در واقع بهره برده باشن برای اون این داستان رو ساخته باشن. من آقای مهندسی یه باری همچین گفتگو با یکی دوستان داشتم، ایشون از من پرسید اگر قراره که این حکایت، این جریان از جای به جای دیگه رفته باشه، آیا فکر میکنه از فرهنگ ایران به اونجا رفته یا از اقوام سامی به ایران اومده؟ من گفتم چون آتش برای ایرانیان یک پدیده ویژه‌ای است و یه ارج خاصی داره و انسان رو، انسان ایرانی رو با معنویات پیوند میزنه، یه مقداری حالت مینوی داره برای انسان ایرانی، این بیشتر به عقل جور در میاد که جریان جریان ایرانی باشه و بعد ممکن به جای دیگه هم رفته باشه، ولی برعکسش معنا نداره، چون در اونجا که آتش جنبه تقدس و ارج ویژه‌ای نداشته. برای همین بودتون احتمالاً اگر حرکتی هم بوده از ایران به جای دیگری اسطوره رفته. کاملا درسته. ما سفندینگی آتش رو در فرهنگ ایرانی داریم، در ایرانیان این سفندینگی وجود داشته، گرامی داشته، آتش مربوط به ایرانیانه و شاید تنها قومی که آتش رو به عنوان مظهر پاکی شناخته ایرانی ها هستن. به همین دلیل این کاملا درسته، در واقع از فرهنگ ایرانی ممکنه به جای دیگه رفته باشه. و خود همین داستان سیاوش رو حالا که به این موضوع اشاره کردیم، خود همین داستان سیاوش هم ما میبینیم که در بین تازیان به شکل دیگه ای باز وارد شده. ما وقتی که با تمام ادعایی که در قرآن میشه که اگر میتونید یک آیه مثل این بیارید، ما ببینیم که تمام داستان سیاوش در واقع شده سوره یوسف در قرآن. و پیش از اون چه که قرآن بخواد در واقع بیاد، ما داستان سیاوش رو داریم، همون چیزی که در قرآن هست. پس پیش از اینکه این ادعا بشه، ما این آیات رو داشتیم، این داستان رو داشتیم. بله، وارد این موضوع نشیم بهتره. و اشاره کردم که یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. ناگهان از میان دود و آتش سواری پدیدار گشت و باشندگان یکدیگر رو در واقع مژده دادن که گویی سیاوش است که پیروزمندان از آتش برون شد. چشمان خود رو با دقت در واقع
پاک کردن، اشکاشون رو پاک کردن و چشم دوختن به آتش، دیدن که بله سیاوشه و تندرست از آتش بیرون اومده. و ادامه میده اینجا در رابطه با بیرون آمدن آتش، ادامه میده که بیرون شد از آتش و از آتش بیرون اومدنش، میگه ز آتش برون آمد آزاد مرد، ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده به رخ همچو برد، چو او را بدیدند برخاست او، که آمد ز آتش برون شاه نو. یعنی دیگه همه پذیرفتن که این پاکدامنی که از آتش بیرون اومد در واقع شاه نو ایران خواهد بود. چنان آمد از اسب و قبای سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار، اگر آب بودی مگر تر شدی، ز تقلی همه جامه بیبر شدی. یعنی چقدر قشنگ اشاره میکنه فردوسی به این موضوع که میگه اگر اون آتش آب بود این ازش رد میشد، این جامه باید تر میشد. یعنی اگر این حتی جامه این نسوخته بود، جامه ای که بر تن داشت بدون آسیب از آتش در اومده بود بیرون. و جالبتر این که ببینید چقدر اینها خدا باور بودن، که میگه چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و باد یکسان بود. با بر اساس باور بود، عرض کردم آتش ورنگی در اساس باورهاشون انجام میشد و به درون آتش میرفتن و اون انرژی مثبتی رو که برای اثبات بیگناهی داشتن، اون انرژی در واقع اونها رو از درون آتش سالم و تندرست بیرون می آورد. یکی شادمانی شدن در جهان، میان کهان و میان مهان، همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. سیاوش بعد از بیرون اومدن از آتش به سوی پدر شتافت، اومد به سوی پدرش. کیکاووس از اینکه فرزندش را از درون آتش روسپید در واقع دید و روسپید بیرون اومد، بسیار شادمان شد و بر پاک دامنی فرزندش آفرین گفت و اشاره کرد به این که اون گونه که فردوسی اشاره میکنه، میگه که چو پیش پدر شد سیاوخش پاک، نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک، فرود آمد از اسب کاووس شاه. کاووس شاه رو اسبش بود، به ادای احترام کرد، به احترام اون از اسبش پیاده شد. پیاده سپه بود، پیاده سپاه، یعنی هم سپاه و هم سپه بود و همه پیاده شدن از اسب و ادای احترام کردن. سیاوخش را تنگ در بر گرفت، ز کردار بد پوزش اندر گرفت. سیاوش به پیش جهاندار پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک، که از تفت آن کوه آتش برست، همه کامه با دشمنان گشت پست. اینها در واقع دلایلیه که نشون میده که چقدر این آتش و اون سفندینگی تأثیر داشته و چقدر زیبا این تشریح شده در شاهنامه. و اشاره میکنه که کیکاووس به این که چنانی که از مادر پارسا بزاید، شود در جهان پادشاه. یعنی اونجا مقام پادشاهی رو به این میده که تو از مادر پارسا در واقع زاده شدی و لیاقت پادشاهی رو داری. که کیکاووس در واقع سیاوش رو بعد از اینکه در آغوش میکشه و کرده خودش پشیمون میشه، اون رو بر تخت می نشونه و به پاس سپاسگزاری از در واقع این بخشایشی که آفریدگار به اونها کرد و پاکدامنی رو که به سیاوش بازگردون، به درگاه اهورمزدای پاک ستایش می کنن و دستور می ده که همگی بیان شادی بکنن و جشن بگیرن. به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر برنهاد،
می آورد و رامشگران را بخواند، همه کام ها با سیاوش براند. یعنی دیگه جشن آغاز میشه با می و رامشگر و همین کاری که ما میبینیم توی جشن های تیرشید سور و چهارشنبه سوری هنوز به جا مونده. رامشگران موزیک دارن، نمیدونم در گذشته می بود و حالا بیشتر هست ظاهرن و واقعا اینو جدی عرض میکنم، حالا بیشتره چون طبق آمارهایی که خودشون میدن این مقدار رو نمیدونم نابود کردن و مردم کردن، بازم میبینیم میزان وارداتشون، میزانی که حتی به صورت قاچاق هم وارد میشه خیلی بیشتره و میزان کشفیاتشون خیلی کمتر از اون. درسته. خیلی سپاسگزارم آقای مهندس. ما تقریبا از اون شاهنامه دیدیم که جشن سوری که چهارشنبه سوری امروز نامیده میشه بنیادش و پیش و آغازش از کجاست؟ از رهایی سیاوش، از آزمون گذر از آتش. سیاوشی که نماد مظلومیت و نماد پاکی و نماد وفای به پیمان در شاهنامه، یکی از چهرهای بسیار دوست داشتنی شاهنامه است و خب از آن هنگام دیگه جشن سوری یا چهارشنبه سوری برپا میشه. خب طبیعتاً شاهنامه دستمایه نخست ماست برای بررسی آنچه که مربوط به فرهنگ ایران شهری است. در کنارش میشود از دید اعتقادی یا از بود نیمه فلسفی هم این رو اضافه کرد که در شبهای پایان سال ایرانیان رسم بر این داشتن که آتش میافروختن تا فروهر رفتگانشون در اون سال معین یا سالهای پیش بیاید و از روشنایی که ایجاد شده اونها رو ببینه و متوجه بشه که به هر حال زندگیشون برقراره و در آرامش هم و در رفاه هم و در تندرستی هم. فروهر رو حالا از حوصله بحث امشب خارجه که فروهر رو توضیح بدیم چیست، اما میتوانید بگویید به حالا یه مقداری با اغماز بگویید ارواح رفتگان، روانهای رفتگان، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، بزرگان یا کوچیک هایی که رفتن و در جمع ما نیستن، وقتی داریم میرویم که سال رو به پایان برسونیم و به طرف نوروز داریم میریم، اینگونه یادی از اونها بکنیم، آتش بیافروزیم که آنها هم در اون تاریکی ما رو ببینن. فراموش نکنیم که برها در عهد باستان در روزگار کهن اینگونه نبود که خیابان ها چراغانی باشه و بشود با چراغ منطقه رو دید. آتش افروختن ایجاد روشنایی میکرده طبیعتاً در عهد باستان و برای پیدا کردن راه ارواح یا روانهای نیاکان ما این شعله ها، این فروغ لازم بوده. البته رسم بر این بوده که معمولاً در پشت بام ها میافروختن آتش رو. امروز روز به هر حال به خاطر نوع زندگی شهری امکان نیست، خیلی جاها شیروانیست و خیلی جاها هم آپارتمانیست یا شهرها خیلی فشرده است و به خیابان ها و کوچه ها و باغ ها و کشتزارها انتقال پیدا کرده. ما فکر میکنم یک دقیقه دیگه فرصت داریم آقای مهندس، اگه مطلبی میخوان اضافه کنیم در خدمتتونیم تا از همیاران خداحافظی کنیم. من در این فرصت کوتاه فقط میتونم اشاره کنم که تک تک ما ایرانیان در برابر جشن‌های سرزمینمون در واقع مسئول هستیم. ما اینها همه بخشی از تاریخ و فرهنگ ما رو تشکیل میده و باید به گونه ای ما این جشن‌ها رو گرامی بداریم که به درستی پاس داشته بشه. امشب در استرالیا تیرشید سود هست، در واقع چهارشنبه سوری، ما چهارشنبه سوری رو برگزار میکنیم و شما روز دیگه برگزار میکنید. من از تموم هم میهنانم در واقع میخوام در هر جای این گیتی پهناور که به سر میبرن با آرزوی شادکامی و تندرستی و سرفرازی این جشن رو برگزار بکنن و همچنین در واقع خواستار این هستم که آرزو بکنن هنگام برپایی آتش که سرزمینمون از چنگال اهریمن نجات پیدا بکنه و اهریمنی که امروز سلطه بر سرزمین ما افکنده و فرزندان ما رو در واقع دچار دگرگونی هویت و دچار به اصطلاح بی‌هویتی در فرهنگشون کرده. و همچنین آرزو میکنم که
آخرین سالی باشه که بنده و جناب عالی علی‌رغم میل باطنیمون در قربت به سر ببریم و چهارشنبه سوری دیگر رو در سرزمین خودمون و در کنار هممیهنانمون باشیم و همچنین آرزو میکنم که برای هممیهنانمون آرزو میکنم، برای فرزندان کوروش، برای فرزندان فردوسی آرزو میکنم که آخرین سالی باشه که در سرزمین کوروش این در واقع سرور آزادگان جهان از آزادی محروم باشن و در بند حاکمیت ستمگر قرار گرفته باشن. ایدون باد آقای مهندس، پیشا پیش نوروز بر شما هم خجسته باد و امیدواریم امشب جشن سوری به شما خوش بگذره. ما هم فردا در جشن سوری خودمون جای دیگر همیهنانی که با ما نیستند و خالی میکنیم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون و از همیهنان ارجمند خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی در خدمتشون باشیم. همچنین نوروز به شما خجسته باد و همچنین نوروز به تمام بینندگان این برنامه. سپاسگزارم.